سلام به همگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. بعد از مدت ها فرصت این پیش اومد که من یک ویدئوی تازه بگیرم از یه منطقه جدید. شاید باورتون نشه جایی که هستم، حالا وقتی که بیشتر فیلم گرفتم متوجه میشین که کجا هستم و چقدر متفاوته. اگر کسایی که باورشون نمیشه، تو استرالیا میشه اسکی رفت، میشه برف دید، برف سنگین دید، حتما این ویدیو رو تماشا بکنید. ما الان در منطقه ماونت هاتم هستیم، در فاصله تقریبا 500 کیلومتری شهر ملبورن، که یه منطقه کوهستانی و فوق‌العاده زیبا هست که ریزورت اسکی داره و اینجا در واقع منطقه جاییه که حالت سوپرمارکتی داره، شما میتونید خرید بکنید و میتونید وسایل اسکیتون رو اجاره بکنید یا بخرید و بریم خلاصه اسکی بکنید. بسیار هوا سرده، فکر میکنم نزدیک منفی 3 یا منفی 4 درجه باشه و با شگفتی فراوان برف بسیار زیادی اومده و این کاملا با اون چیزی که شاید خیلی ها فکر بکنن استرالیا اصولا یه منطقه گرم سیریه در تضاد بشه، ولی برف فراوان، منطقه فوق العاده زیبا، هوای نسبتا سرد. خلاصه خیلی منو یاد تهرون خودمون تو هوای زمستون انداخت و خیلی یادآور خاطره هایی شد که مخصوصا روزهای زمستون ما میتونستیم بازی های زمستونی انجام بدیم. حالا اینجا فرصتش پیش اومده، بسیار هم لذت بخش، بسیار هم منطقه خوب. میدونم که همه کسایی که در این فیلم رو میبینن یه روزی فرصت بکنن بیان و این منطقه رو بازی بکنن، اسکی بکنن و فضای کاملا متفاوتی که در استرالیا البته بسیار متفاوت هست، لذت و خلاصه حظ فراوانی ببرن. ویدیوهای بیشتری میگیرم، امیدوارم که روزتون خوش باشه. منطقه کوهستانی ماونت هاتم در فاصله تقریبا 400 کیلومتری شهر ملبورن، همونجور که مشاهده میکنیم مردم بسیار زیادی اومدن به خاطر اینکه الان زمان اسکول هالیدی هست، مدرسه ها برای 2 هفته تحصیلات زمستونی دارن و خانواده ها اومدن اینجا هم اسکی بکنن، همین که بچه هاشون از تحصیلات لذت ببرن. اینجا استرالیا هست، باورتون بشه، برف شدید، منطقه اسکی و هوای سرد، برخلاف اون چیزی که شما با فکر میکنین استرالیا منطقه گرمسیری است. البته هر چقدر که ما به سمت شهر کمبرا از شهر ملبورن بریم حالت سردسیری پیدا میکنه و این مناطق کوهستانی هم در واقع خیلی در بین تقریبا مسیر ملبورن به کمبرا هست. اگر من مقدار نفس میزنم، یه مقداری پیاده روی تو برف سخت است و اینکه ما مجبوریم که هم فیلم بگیریم، همین که صحبت بکنیم، الان همین انرژی کم میاد. فوق العاده منطقه زیبایی، من امیدوارم که بتونم از زیبایی های این منطقه فیلم بگیرم. ما امروز ساعت تقریبا 11 صبح رسیدیم و با همکارای خودم یک خونه مسکونی رو اجاره کردیم. البته به این منطقه تقریبا 20 کیلومتر فاصله داره و یه منطقه اسکی خیلی کوچیکی بود، اونجا رفتیم. امروز اومدیم که فقط اینجا یک نگاهی بندازیم و ایشالله فردا قرار هستش که اسکی اساسی رو انجام بدیم. فوق العاده زیباست، منطقه فوق العاده زیبا
بعضی موقعا من یک سری عکس ها از مناطق سرد سیری اروپا میدیدم، خونه های چوبی کلبه‌ای که دودکش داشتن و خیلی دوست داشتم که یه همچین مناطقی رو یا همچین خونه هایی رو از نزدیک ببینم. خوشبختانه استرالیا همه چیز داره، فقط مهم اینه که شما ماشینتون رو بنزین کنین و بزنین به جاده تا هر چیزی که فکر میکنین رو پیدا بکنین. امیدوارم که باز میگم همه این کسایی که دوست دارن بیان اسکی بکنن، از این فضا لذت ببرن، با این همه تنوع آب و هوایی که در استرالیا هست آشنا بشن، ازش لذت ببرن و خلاصه از زیبایی های این کشور هر کسی به اندازه خودش لذتشو ببره. من باز هم ویدئو میگیرم، الان دقیقا ساعت 10:55 بعد از ظهر 8 جولای سال 2016 منطقه کوهستانی مانت هوتن در فاصله 400 کیلومتری شهر ملبورن. سلام مجدد. همونجور که میدونید هر جا که جمعیتی جمع باشه حتما باید اونجا بار و خلاصه محفل شراب و مشروب خوری هم باشه. در یکی از سردترین مناطق استرالیا، در یک منطقه فوق العاده زیبا، در ساعت حدود 5 بعد از ظهر نزدیک غروب آفتاب، مردمی که به این منطقه سفر کردن و احتمالاً حالا کسایی که اینجا زندگی میکنن اومدن و در شنبه شب در این بار بسیار زیبا و دیدنی نشستن تو این هوای سرد و دارن خلاصه نوشیدنی نوش جان میکنن و صحبت میکنن و سوشالایز میکنن. جای همه تون فوق العاده خالی، واقعا فضای زیبایی است و همیشه هم موزیک و موسیقی به راه است. منطقه کوهستانی مانت هوتن در فاصله 400 کیلومتری شهر ملبورن. سلام مجدد. امروز یک شنبه 10 جولای 2016 هلوهوش ساعت 5. همونجور که میبینید هوا کاملا نامساعد است، مه بسیار غلیظ، برای همین مجبور شدم مقداری زودتر از موعد ریزورت رو ببندن و از مردم بخوان که بالاخره دیگه اسکی نکنن یا استونبوردینگ نکنن. هوا فوق العاده سرده و با همه وجود این که منظره فوق العاده زیباییه ولی هوا بسیار سرده و چون میبینید خلوته. من امروز اسکی کردم ولی خیلی سخت بود، سخت از اون چیزی که فکرشو میکردم بود و
هم عکس بگیرم ولی نمیشد. مسئله امنیت و امنیت جانی ما در نظر بگیرم. باد بسیار شدیدی میاد و من همین هم مجبورم قطع کنم. بازم سعی میکنم ازتون بیشتر فیلم بگیرم، از شما البته نه از این منظره. خوش باشین، امیدوارم که همون چیزی که بارها گفتم یه روز بیاین و از این منظره زیبا لذت